فیلم از ساحل مالت شروع میشه جایی که یه ماهیگیر داره با قایق کوچیکش به دریا میره یواش یواش از یه غار آبی رد میشه و میرسه به دریای باز یه مدتی که داره آروم آروم میره یهو یه دریا عجیب غریب میشه یه مه قلیز از ناکجا آباد پیدا میشه و دیدش رو میگیره ماهیگیر تصمیم گیره که برگرده سمت ساحل ولی بعدش یه چیزی محکم میخوره به قایقش و قایق رو به لرزه میندازه ماهیگیر با بدبختی تعادلش رو حفظ میکنه و نمیفته توی آب چند لحظه بعد توی دوردست یه قایق بادبانی بزرگ رو میبینه که بی هدف این ورم ور میره نزدیک که میشه اسم قایق رو میخونه آولوس هرچی داد میزنه کسی جوابش رو نمیده بر همین کنجکاو میشه و میره ببینه که قضیه چیه قایق خودش رو با تنا به قایق بزرگ میبنده و میره روی قایق بادبانی وقتی که داخل قایق میره میبینه کسی نیستش اما خوراکی و آب توش هستش حتی یه رادیو هم پیدا میکنه ولی هرچی سعی میکنه با کسی تماس بگیره هیچکس جواب نمیده بعد از این مدتی گشتن تصمیم میره که برگرده بیرون ولی وقتی که میاد بیرون با عجیبی روبرو میشه قایق کوچیکش که محکم بسته بودش غیبش زده هرچی با دوربین دنبالش میگرده هیچ خبری ازش نیست چون که هنوز مه قلیزه وقتی که مه کم کم کنار میره قایقش رو پیدا نمیکنه و مجبور میشه که سعی کنه که موتور قایق بادبانی رو روشن کنه تا به سمت ساحل برگرده ولی موتورم خراب شده و اصلا معلوم نیستش که قایق به کدوم سمت میره بعد از اون مای گیره میره زیر عرشه که دستشویی کنه که خود در دستشویی خود به خود بسته میشه ولی اون توجهی نمیکنه و در رو باز میکنه بعد میره سراغ نقشه و سعی میکنه که موقعیتش رو پیدا کنه و برمیگرده و موتور رو تعمیر میکنه بعد از کلی تلاش موفق میشه که موتور رو راه بندازه و قایق رو به سمت ساحل ببره کمی خیالش راحت میشه ولی همچنان از رادیو درخواست کمک میکنه بازم باز جوابی نمیگیره از شدت عصبانیت تصمیم میگیره که توی دریا دستشویی کنه ولی همون موقع باد بهش میخوره و نزدیک که پرت پشه توی دریا با یه حرکت نینجایی از نرد میگیره و برمیگرده روی عرشه هنوز دستشویی داره بر همین میره داخل دستشویی و همون موقع در دوباره خود به خود بسته میشه این بار یکم شک میکنه ولی فکر میکنه شاید باد بوده بعد از اینکه کارش تمام میبینه که هرچی در رو میکشه باز نمیشه دست پاچه میشه و سعی میکنه که با سکه ای که توی جیبش داره قفل رو باز کنه ولی متاسفانه فایده ای نداره پس از توی کشوی قیچی پیدا میکنه که تو باش در رو باز کنه ولی اونم جواب نمیده چند لحظه بعد صدای رادیو رو میشنوه که میگه که یک کشتی باری نزدیک میشه و باید قایقش رو از مسیرش کنار ببره از پنجره کوچیکی دستشویی نگاه میکن و میبینه که یک کشتی بزرگ داره نزدیک میشه وحشت زده میشه و سعی میکنه که با تکون دادن دست و پرت کردن لباساش توجهشون رو جلب کنه ولی هیچکس نمیفهمه حتی سعی میکنه که سرش رو از پنجره بیرون کنه ولی پنجره خیلی کوچیکه و سرش گیر میکنه بعدش متوجه میشه که این تناب از پنجره دستشویی آویزون و اون رو میندازه توی آب تناب پیچیده میشه دور پروانه قایق و سرعت قایق رو کم میکنه و از برخورد نجات پیدا میکنه ولی بدبختی اینجا تموم نشده چون که تناب یهو میپیچه دور گردن مرد و شروع میکنه به خفه کردنش بعد از کلی تقلا و داد و بیداد اون موفق میشه که تناب رو شل کنه ولی بیهوش میفته کف دستشویی اون بعد از مدتی به هوش میاد و صدای عجیبی از بیرون رو میشنوه فکر میکنه کسی اومده نجاتش بده و داد میزنه کمک میخواد ولی هیچ کس جواب نمیده بعدم میفهمه که تناب پاره شده و قایق رو داره آب میگیره کم کم دستجویی هم پر از آب میشه ولی با کمال تعجب میبینه که این آب آب شیرینه پس فکر میکنه که یکی داره با شوخی میکنه و التماس میکنه که بیخیالش بشن اون میگه که بابا من چیزی ندازیدم و فقط اومدم چک کنم داخل ولی بازم کسی جوابش رو نمیده و تشنش میشه اون کمی از آب میخوره اصر میشه دوباره دستجویی پر از آب میشه ولی این دفعه آب دریاست بدبخت میترسه لیوان کوچیک شروع میکنه به بیرون ریختن آب با اون لیوانی که تو داری فکر کنم 500 ساعتی بعد آب بیرون بریزی توی همین حال یه طوفان غیرمنتظره شروع میشه و قایق رو به لحظه در میاره مرد سعی میکنه که به جایی نخوره و بازم کلی ضربه میخوره این ور بر. اونور آب دستشویی هم بیشتر و بیشتر میشه با عجله سعی میکنه که تناب بادبان رو با تیغ کوچیک ببره ولی به جای تناب انگشت خودش رو زخمی میکنه و از درد جیغ میکشه با این حال تسلیم نمیشه و بالاخره تناب رو میبره بادبان پایین میاد و قایق وای میسه و اونم یه نفس راحت میکشه بعد پنجره رو و میره توی سینگ قایم میشه تا قرق نشه و همونجا خوابش میبره صبح که بیدار میشه میبینه که آب تا گردنش بالا اومده و از سرما داره یخ میزنه و دوباره با نامیدی شروع میکنه به لگت زدن به در ولی دریق از یه ذره حرکت در اون فکر میکنه که دیگه کارش تمام و قرار تو این دستشویی بمیره و بوی گه بگیره ولی یه یهو صدای کریک میشنوه و میبینه که در باز شده با خودش فکر میکنه که یکی عمدن داره زرجکشش میکنه و با حرص دنبال کسی میگرده ولی کسی نیستش پس میره روی ارشه اون میدونه که قایق داره قرق میشه واسه همین یه در شکسته پیدا میکنه و با کپسولی قایق دستساز درست میکنه بعد از مدتی قایق جدیدش رو میندازه توی آب و روش میشینه یه کمی از قایق بادبانی فاصله میگیره و منتظر غرق شدنشه. ولی خبری از غرق شدنش نیست و بعد از کلی صبر کردن میفهمه که قایق قرار نیست غرق بشه و دوباره برمیگرده سوارش بشه بعد از این مایه قسمت های نشتی قایق رو تعمیر میکنه تا آب دیگه داخلش نشه یه پمپ ساده برای تخلیه آب میسازه و بدنه قایق رو درست میکنه دوباره با رادیو چند تا پیام میفرسته و کمک میخواد ولی باز هم خبری نیستش بعد که غرق تعمیرات شده یهو یه کشتی باری رو دور دست میبینه و امیدوار میشه و سری سوار قایق دستازش میشه و به سمت کشتی پارو میزنه ولی وقتی که برمیگرده میبینه که قایق آلوس داره با سرعت میاد سمتش هرچی سعی میکنه که تندتر پارو بزنه میفهمه که نمیتونه از دستش فرار کنه با همین مجبور میشه که بپره توی آب و قایق دستازش تیکه تیکه میشه قایق بادبانی یهو میسته و مایگیر میفهمه که این قایق یه جورای جن زده است یا ماورایی چیزی باید باشه خدا رو شکر تو فهمیدی آخر سر تصمیم میگیره که همینجوری ترجیح میده توی آب شناور بمونه تا اینکه دوباره برگرده رو اون قایق لعنتی صحنه میپره به شب و مرد همچنان توی آب سرد شناوره چند از بعد یه چیزی میاد پایین پاش اون خیلی ترسیده ولی فقط میبینه که یه دلفینه پرشم هم دلفینای دیگه میان و خیالش راحت میشه دلفینا توی آب بالا پایین میپرن ماهی گیره برای چند لحظه شاد میشه و میخنده ولی همون موقع دوباره قایق آلوس از ناکجا آباد سرکلش پیدا میشه و هم که اینو میبینن فرار میکنن مایگیر گیره بیچاره انقدر ناراحت شده که داد میزنه نرید بابا وایسید ولی خب دولفین ها دیگه رفتن وقتی که حسابی از سرما یخ زده و دیگه چاره ای نداره دوباره برمیگرده و میره روی اون قایق عجیب و غریب و میره توی رخت خواب و یه لاف میکشه روی خودش و میخوابه صبح که بیدار میشه حسابی حس ضعف و خستگی داره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و میبینه قایق داره به سرعت حرکت میکنه وقتی که میخواد بره بیرون میفهمه که در اصلی قفل شده و همون لحظه یه صدای عجیبی از دستشویی میاد و تصمیم میگیره که بره ببینه چه خبره اونجا یه دریچه کوچیک توی گوشه میبینه که قبلا ندیده بودش در رو باز میکنه و میفهمه که یه فضای تنگ و تاریک پشتش هستش ولی بله همین که وارد میشه در کوچیک محکم پشتش بسته میشه و دوباره گیر میفته صدای پا هم از دور میشنوه که بیشتر میترسوندش شروع میکنه به تقلا کردن و سعی میکنه که پنجره کوچیکی بالا سرش رو باز کنه ولی بله موفق نمیشه و در همین حین قایق به شهر ساحلی نزدیک میشه که شاید آخرین شانسش برای فرار باشه صدای پا رو بیشتر و بیشتر میشنوه و از همونجا التماس میکنه که قایق رو متوقف کنن دیگه نمیتونه طاقت بیار و کاش سرازیر میشه و داد میزنه که من دیگه نمیتونم تحمل کنم بعد از این کم کم نفس کشیدن براش سخت میشه چون که فضا خیلی تنگه و اکسیژن هم کمتر وقتی که داره از هوش میره در درچه یهو خود به خود باز میشه و ماهیگیره فکر میکنه که یکی دوباره سر کارش گذاشته ولی با احتیاط میاد بیرون و میره روی عرشه و بهت زده میبینه که قایق نزدیک یه شهر پهلو گرفته سری میپره پایین و یه نفس راحت میکشه و وقتی که وارد شهر میشه متوجه میشه که همه جا خالی و هیچ کس توی شهر نیستش یه میله آهنی از زمین برمیداره و شروع میکنه دنبال مقصر موضوع گشتن ولی هر جا میره فقط ساختمانهای متروکه و خراب پیدا میکنه هیچ اثری از آدم هم نیستش ولی چند تا کشتی رو میبینه که هنوز توی بندر هستن بعد از مدتی یه صدا از دور میشنوه و میبینه که قایق آلوس داره آماده میشه تا حرکت کنه شروع میکنه به سمت حرکت کردن ولی قایق یهو غیب میشه و ماهگیری رو شوکه میکنه توی صحنه آخر میبینیم که مایگیر گیج و مبهوت داره توی جزیره پرسه میزنه و بعد از این مدتی خیلی عجیب و غریب سر از همون جایی در میاره که اول فیلم ازش راه افتاده بود به سمت دریا با دیدن قایق کوچیک خودش که چند روز پیش گم شده بود حسابی جا میخوره و دوربین کم کم دور میشه چند نفر رو میبینیم که نزدیک همونجا دارن خوش میگذرونن انگار که اصلا هیچ اتفاق غیر توی فیلم نیفتاده باشه فیلم با همون نمای از قار آبی کوچیکی که اول فیلم دیدیم تمام میشه که به همون اقیانوس بی انتها منتهی میشه توی دوردست یه بار دیگه قایق عجیب و غریب اولوس رو میبینیم که انگار دنبال قربانی بعدیش میگرده